سلام گرم و صمیمانه. خوشحالم که امروز با شما عزیزان بیننده برای آزادی زندانیان سیاسی هستم. سویرا دالمن هستم و با همکارانم در بخش فنی برنامه امروز رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. در برنامه امروز میپردازیم به عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن سازمان ملل. روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه ایران به مدت 4 سال عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل شد. برای روشن شدن علت و یا علتهای این عضویت همراه هستیم با شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. سلام به شما شیوا محبوبی گرامی. منم سلام میکنم خدمت شما، همکارانتون و بینندگان عزیز این برنامه. همونطور که خود شما در جریان این قضیه هستید و به نظر من کاملا غیر منتظر و اعلام شد این عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل، چرا جمهوری اسلامی با توجه به کارنامه سیاهی که داره با قوانینش علیه زنان در کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل عضویتش رو پذیرفتن؟ بله طبعا این تا حدی درست میگین، یه جورایی شوک‌آور بود ولی در این حال قابل انتظار هست، چون سازمان ها و یا کمیسیون های سازمان ملل توسط دولت ها در واقع رأی بهشون داده میشه به مسائل مختلف و خود کمیسیون برای حقوق زنان سازمان ملل هم دولت ها در اون عضو هستن و به همین عنوان دولت ها رأی میدن، تصویب میکنن موارد مختلف رو از جمله عضویت یک دولت یک رژیم مشخص رو، و به همین دلیل گویا طبعا همه جا اینجوری هستش که رأی‌گیری مخفیانه کردن و ایران رو به عنوان در واقع عضو کمیسیون برای حقوق زنان انتخاب کردن، رأی بهشون دادن و این واقعا جای شرم هستش بیشتر از تعجب. طبعا از یه طرف کاملا قابل درک هستش، قابل درک نیست ولی قابل پیش بینی هستش، چرا که دولت هایی که در این شرکت میکنن مثل همیشه مثل همه تصمیمات دیگرشون بر اساس منافع خودشون کار میکنن، همونطور که در مذاکراتشون با رژیم ایران در مذاکرات اخیر وین مسئله نقض حقوق انسانی، حقوق بشر و سایر چیزها پیش شرط این مذاکرات نیست و نگاه میکنن این چقدر برای اقتصادشون منفعت داره و همون میزانم به این شکل، یعنی یه جوری داد و ستد هستش و به همین دلیل. ولی خب واقعا بسیار یه تناقض در خود هم هست و شاید مکانیسم هایی وجود داره که خود سازمان ملل بتونه دخالتی بکنه، من نمیدونم، برای من تو این جنبه تخصصی ندارم، اما واقعیتش اینه از یک طرف گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران سازمان ملل که جاوید رحمان هستن همین جدیدن در ماه مارس مجددن، شاید کمتر از یک ماه هستش که مأموریتشون تمدید شد و خود جمهوری اسلامی هم به شدت عکس العمل نشان داد و گزارش آخر جاوید رحمان اتفاقا خیلی تمرکز داره رو وضعیت زنان و از زنان به عنوان شهروند درجه دو اسم میبره، در مورد کودک همسری صحبت میکنه، در مورد فعالین زنانی که در زندان هستن و همه اینا. علارغم این ما شاهد چنین چیزی هستیم و به همین دلیل واقعا عصبانیت تمام فعالین و تمام مردم رو برانگیخت که خود ما در کمیته زندانیان سیاسی چند شب پیشی یک طوفان توییتری داشتیم و این رو در تمام این موارد رو گفتیم که با من شرمتون باد که رأی دادین و اعتراضات زیادی صورت گرفت، خود من نامه ای نوشتم و کلن واقعا غیر قابل تصوره تو این شرایط تو 2021 با توجه به وضعیتی که زنان در ایران هستن، اون موقع رژیم جنایتکار ضد زن جمهوری اسلامی عضو کمیسیون حقوق زنان بشه. خب سوالی مطرح میشه اینجا که شما کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی که شما سخنگوی اون هستید در ارتباط با زندانیان سیاسی کار میکنه، ولی خب این عضویت جمهوری اسلامی تو سازمان تو بخش کمیسیون سازمان ملل در رابطه با به قول معروف حقوق زنان هستش، تو حوزه
حقوق زنان این معنی میده. چرا شما به این مسئله اعتراض دارید، جایی که میگم کمیته به عنوان صدای زندانیان سیاسی و در رابطه با مسائل زندانیان سیاسی کار میکنه؟ خب ببینین، این به نظر من خیلی ربط داره. هر جایی در ایران حقوقی برای مردم باید به رسمیت شناخته بشه، بی‌حقوقی و نقض حقوقشون وجود داره. از همون ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی ما شاهد این بودیم که هزاران هزار زن دستگیر می شدن در خیابون ها، چه به صورت موقت چه به صورت اینکه بهشون حکم بدن. مسئله بی‌حقوقی زنان یکی از، نه یکی، به نظر من بزرگترین مسئله هستش که در ایران وجود داره. شما بیشتر از نصف جمعیت به نظر من حتی شهروند درجه دو نیستن، اصلا آدم به حساب نمیان راستش بخواد، چون حقوق شهروندی تو ایران وجود نداره تا زنان شهروند درجه دو باشن. به همین دلیل وقتی نگاه میکنین در طول این 42 ساله تعداد زنانی که دستگیر شدن بسیار زیاد هستند. تعداد مدافعین حقوق زنان، چه زن چه مرد، همین الان هم در زندانهای جمهوری اسلامی هستند. ما همین اخیراً توجه کردیم که تعداد تبعیدها بیشتر شده و این تبعیدها بیشترشون زنان، زندانیان سیاسی زن بودن، مدافعین حقوق زنان بودن. خب این به شدت ربط داره. شما وقتی که زنان و مردان رو به جرم اینکه از حق بدیهی زنان دارن حمایت میکنن دستگیرشون میکنین، دختران خیابان انقلاب رو کل میدین از روی این باکسای مخابرات و دستگیرشون میکنین، حکم زندان بهشون میدین، تهدیدشون میکنین، فقط بخاطر اینکه ما باید اجازه داشته باشیم پوشش خودمون رو خودمون انتخاب کنیم و تمام حقوق دیگه مثل آدمی تو این دنیا. وقتی که شما شاهد این هستین، خب هر جا که این دستگیری ها وجود داره به نظر من کمیته زندانیان سیاسی نماینده این آدم ها هستش و در واقع ما به عنوان نماینده مدافعین حقوق زنان که در زندان هستن و خونواده هاشون به این اعتراض کردیم و میکنیم و به همین دلیل به نظر من خیلی مربوط هستش. یعنی این دقیقا اگه من توی مورد دیگه بگم، فکر کنین در موارد مختلف مثلا اول ماه مه کارگران رو دستگیر میکردن و مواردی که به فرض کنین کارگران مربوط بودن، دقیقا همون هم به ما ربط داره، چون هر جایی که کسی رو به خاطر عقیدش و فعالیتش و نوع تفکرش دستگیر کنن، کمیته زندانیان سیاسی اونجاست و داره دفاع ازشون میکنه. بله ممنون از شما. خب سوالی که الان مطرح میشه اینکه کنفرانسی اخیراً روز فکر کنم 22 آوریل برگزار شد که با این کنفرانس با شرکت تنی چند از نمایندگان پارلمان سوئد و همچنین جاوید رحمان گزارش ویژه سازمان ملل در اون کنفرانس حضور داشت و شما هم در اون کنفرانس حضور داشتید. از این کنفرانس برامون بگید و اینکه آیا نکاتی که شما الان روش اشاره میکنید آیا در اون کنفرانس مطرح شد؟ چجوری بود عکس العمل خود کنفرانس در رابطه با عضویت سازمان، عضویت جمهوری اسلامی در این سازمان، در قسمت بخش حقوق زنان سازمان ملل؟ بله بله، همونطور که اشاره کردین 22 همین پنجشنبه گذشته، من یه توضیح هم بدم برای عزیزانی که اطلاع ندارن، در واقع تعدادی از اعضای پارلمان سوئد و به طور مشخص آمنه کاکباوا که یک عضو پارلمان سوئد هستش که ایرانیه و خیلی از بینندگان ممکنه ایشون رو بشناسن، خیلی در زمینه دفاع از زندانیان سیاسی فعال هستش، ایشون سازماندهی کرده بودن به همراه تعدادی از اعضای پارلمان سوئد مشخصا و دعوت کرده بودن از تعدادی سخنگو از جمله جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، از دیانا علوی از نماینده جامعه بهائیان بود، دو نفر از فعالین از طرف بلوچستان و کردستان و همینطور سخنگوی یا نماینده، نه سخنگو، نماینده عفو بین الملل اومده بودن اونجا. من این رو هم بگم که همسر احمد رضا جلالی که زندانی دو تابعیتی هست و در زندان هست در حال حاضر اونجا بود و صحبت کرد. این طبعا یه سمینار محدود بود و فقط با دعوت بود،
اونجا و خود من هم دعوت شده بودم به عنوان شرکت کننده و اونجا واقعا صحبت‌های خیلی زیادی شد در رابطه با نقض حقوق انسانی، در رابطه با زندانیان سیاسی، اقلیت‌های مذهبی و قومیتی و همینطور خانواده‌های زندانیان سیاسی. این موضوع اتفاقا عضویت جمهوری اسلامی در اون هم یکی از موضوعات بود که صحبت شد در رابطه، سخنرانان مختلف در موردش صحبت کردن و خیلی مهم بود به خاطر اینکه به هر حال به خاطر افرادی که توش بودن و مخصوصا جاوید رحمان که گزارشی رو ارائه داد در مورد وضعیت نقض حقوق انسانی در ایران. و چیزی که بود اتفاقا خب وقت خیلی کمی بود، به خاطر همین امکان سوال شفاهی نبود. خود من به صورت کتبی دو سوال کردم ولی یکیش مشخصاً، یکیش در رابطه با فعالین محیط زیست در زندان بودن که سوالم از پارلمان، اعضای پارلمان سوئد و مشخصاً حزب سبز بود که واقعا چی کار میخوام برای این بکنن. از طرفی شما میبینین این دختر جوان گرتا تونبرگ که توی سوئد هستش و فعال محیط زیست هستش جایزه میگیره، خیلی به درستی همه جا میشناسنش، ولی فعالین محیط زیست ما در زندان شکنجه میشن، حکم اعدام میگیرن. و این سوالی بود اتفاقا در کنفرانس هفته قبلش که برگزار شد با حضور حزب سبز سوئد و امنیستی و غیره صحبت کردیم. و سوال دومم در رابطه با این موضوع بود که شما اشاره کردین، این که توضیح دادم که خب 42 سال بی‌حقوقی زنان سیستماتیک قانونیه و ما شاهد این هستیم تعداد زیادی از فعالین حقوق زنان در زندان هستن. و سوالم از جاوید رحمان بود که بالاخره شما آیا اعتراض کردین؟ چه برنامه‌ای در دست دارین؟ چه کانال‌هایی وجود داره که بشه از طریق سازمان ملل این رو به چالش کشید؟ و منظورم اینه اونجا هم این صحبت‌ها صورت گرفت، تأکید زیادی رو همین مسئله بود و به همین دلیل خوب بود که صحبت در رابطه با این قضیه برجسته شد که این اصلا غیر قابل قبوله چنین چیزی. ولی خب به نظر من خود کنفرانس بسیار مهم بود به خاطر صحبتایی که شد، به خاطر اینکه خود اعضای پارلمان سوئد رو هم بیشتر درگیر کرد در این رابطه. خب من خواهم اینجا بگم احتمالا شما فکر کنم قبلا صحبت کردین، یک کنفرانسی ما هفته قبلش در رابطه با داشتیم که بسیار خوب بود و بسیار دوباره اونجا اعضای پارلمان سوئد رو ما خیلی به چالش کشیدیم که در رابطه با دو تا ویتی ها در رابطه با موارد مختلف چیکار دارن میکنن. بله، میخوام سوال بعدی یا سوال آخری رو اینجوری با شما شروع کنم که ارتباط این اعتراض به عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل با جنبش های دیگه تو جامعه، میخوام اینو از شما بپرسم. خب داری به پیشواز اول ماه می روز جهانی کارگر که 11 اردیبهشت داریم میریم و آیا این اعتراض به عضویت کمیسیون حقوق زن، عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون حقوق زنان میتونه به مسئله کارگران ارتباطی داشته باشه و اگه این مسئله ارتباط داره چجوری میشه این اعتراض رو در سطح وسیع‌تری و خود مردم و کارگرها و دیگه اقشار جامعه این اعتراض رو به سطح به صورت گسترده‌تری به پیش ببرن؟ خب به نظر من تمام جنبش برای سرنگونی جمهوری اسلامی جنبشی هستش که از حلقه‌های مختلف تشکیل شده، بخش کارگری، دانشجویی، زنان و سایر بخش‌ها که تمام این حلقه‌ها به نظر من به هم ربط داره. هر گونه فشار، هر گونه نقض حقوق یک بخش از جامعه به همه ربط داره و من میخوام تاکید کنم که مال زنان بیشتر از همه، همطور که گفته میشه معیار آزادی یک جامعه آزادی زنان هستش. هیچ جامعه‌ای نمیتونه حرف از آزادی بزنه، به نظر من هیچ تشکلی، هیچ سازمانی، هیچ جنبشی نمیتونه حرف از آزادی بزنه ولی از برابری زنان صحبت نکنه. همین الان وقتی شما نگاه میکنیم به نظر من خود مورد خوبی رو گفتیم، ما به پیشواز اول ماه مه میریم، روزی که از همین اینقدر جمهوری اسلامی میترسه، از همون چند هفته پیش شروع کرده فشار به فعالین کارگری رو. شما اگه نگاه کنیم، من میخوام فقط یه توضیح کوچیک بدم، از وقتی که اولین بار جمهوری اسلامی به تظاهرات میلیونی زنان حمله کرد در سال 57، برای چندین سال، شاید بگم برای یک دو دهه، طوری بود که مبارزه برای آزادی زنان یا علیه حجاب مشخصا فقط به زنان
ربط پیدا میکرد. یعنی فقط زنان بودن که داشتن این هم اعتراض میکردن و همه اینا، ولی تا پیش رفتیم به خاطر اینکه این مبارزه مرتب مستمرن در همه جا وجود داشت و زنان در ایران به خاطر سابقه‌ای که دارن بسیار رهبر هستن، بسیار دخیل هستن، خواست برابری زن و مرد، خواست علیه حجاب، خواست در واقع توقف آپارتاید جنسیتی یا جداسازی جنسیتی، اگر نگاه کنین در تمام قطعنامه های بخش های مختلف جامعه وجود داره. من فکر میکنم برای اول ماه مه باید فعالین کارگری خیلی مشخص به این مسئله اعتراض بکنن. یه راهش میتونه در جاهایی که برنامه برگزار میکنن صحبت روش بشه، ولی یک راهش که به نظر من خیلی مؤثر میتونه باشه اون هستش که بیانیه صادر کنن در محکومیت این، در اینکه اونها قبول نمیکنن که زنان 42 ساله از حقشون محرومن، اون موقع جمهوری اسلامی رو خواهان اخراجش بشن. و به نظر من این خیلی مهمه. وقتی که شما تعداد زیادی این رو امضا کنن برای سازمانان جهانی و دولت ها بفرستن و خود ما طبعا پشتیبان این هستیم و هر کاری از دستم بر بیاد میکنن، این خیلی مهمه. یعنی ما باید از هر فرصتی استفاده میکنیم که کوچکترین حمله ای به بخشی از جامعه شده و حالا زنان بخش بزرگ جامعه هستن، این رو ما بکنیم شعار تمام در واقع اقشار مختلف. یه نکتم میدونم وقت نیست، یه نکتم اشاره کنم، یه شعار دیگه که خیلی مهمه، شعار آزادی زندانیان سیاسی هستش که اخیرا ما در تجمع بازنشستگان شنیدیم. به نظر من شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد، باید 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 حتما در تمام تجمعات و بیانیه ها باشه. خیلی مهمه وقتی که شما تو تجمعی میگن زندانی سیاسی آزاد گرده، همون کلیپ ویدیویی تو تمام دنیا پخش میشه و ترجمه میشه. برای من اول ماه مه یکی از خواسته های مهمش باید فریاد زده بشه که زندانی سیاسی آزاد باید گردد. این باید به نظر من نهادینه بشه و مرتبا ابراز بشه. ممنون از شما از اینکه با ما و بینندگان برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی امروز همراه بودین. یک بار دیگه از شما تشکر میکنم. خیلی ممنون، خسته نباشید. بله، گفتگوی من رو با شیوا محبوبی سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در اعتراض به عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل رو شنیدید. خب واکنش های زیادی در رابطه با عضویت جمهوری اسلامی انجام گرفت، ولی قبل از اینکه به اونها بپردازیم توجه شما رو جلب میکنم به شنیدن یک آهنگ و برمیگردیم به برنامه. زیبایت زنده در یاد یارانت
چاو بلا چاو بلا چاو 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 یک بار دیگر هم صدا با هم در نبرد نابرابر اگر بمیری کودک فردا دارد از ما آزادی را ایران آباد ایران آزاد او بلا چاو بلا چاو در ادامه باید بگم همینجوری که شیوا محبوبی در صحبتاش اشاره کرد طوفان توییتری روز جمعه سوم اردیبهشت برگزار شد در اعتراض به این عضویت. امیدوارم که این اعتراضات در سطح گسترده تری به پیش بره و همینجوری که اشاره شد در روز ماه روز 11 اردیبهشت که روز جهانی کارگر هستش همینجوری که علاوه بر این که اعتراض کنیم به عضویت جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق انسان ها علل خصوص زنان در طی 42 سال گذشته و همچنین خواهان آزادی تمام زندانیان سیاسی در اول ماه می روز جهانی کارگر باشیم. عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل با واکنش منفی و تند سازمان‌های حقوق بشری و فعالان مدافع حقوق بشر مواجه شده. از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر از عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن سازمان ملل به تندی انتقاد کرده و گفته عضویت جمهوری اسلامی در این کمیسیون رو روز سیاه حقوق زنان و حقوق بشر خونده. همچنین هیل نویر مدیر اجرایی سازمان دیدبان حقوق بشر در توییت خودش نوشته شوخی نیست. سازمان ملل حکومت ایران را عضو یک نهاد عالی مدافع حقوق زنان کرد. انتخاب جمهوری اسلامی برای حمایت از حقوق زنان مانند آن است که یک فرد آتش افروز را به ریاست سازمان آتش نشانی شهر انتخاب شود. و در ادامه صحبتش اعلام کرده پیگرد زنان در جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک و در ابعاد وسیع و هم در قوانین و هم در اجرا انجام می‌گیرد و حتی دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود بر اصرار جمهوری اسلامی برای اعمال تبعیض علیه زنان و دختران تاکید کرده است. همچنین در بیانیه از کشورهای اروپایی و آمریکایی خواسته شده که عضویت جمهوری اسلامی در این کمیسیون را محکوم کند. و در ادامه گفته رژیم آیت الله خامنه ای زنان شجاع مدافع حقوق زنان مانند نسرین ستوده، مژگان کشاورز، یاسمن آریانی و منیره عربشاهی را تنها به جرم پیگیری مسالمت آمیز حقوق و کرامت انسانی خود زندانی کرده. و در ادامه میگه سازمان ملل با این تصمیم این پیام را ارسال کرده که حقوق زنان میتواند برای توافقات سیاسی به حراج گذاشته شود و چنین کاری به معنای رها کردن میلیون ها قربانی زن در ایران و گوشه کنار جهان است که برای حمایت به این سازمان چشم دوختند. بله میبینیم که حتی فعالین سازمان حقوق بشر به این عضویت اعتراض کردن و خواهان محکوم کردن این عضویت از طرف کشورهای اروپایی شده و ما هم اعتراضمون رو اعلام میکنیم و باید بگیم جمهوری اسلامی رو باید در سطح جهانی بایکوت کنن و همچنین خواهان اخراج جمهوری اسلامی از بخش مدافع حقوق زنان در سازمان ملل هستیم.
بله، به انتهای برنامه‌مون رسیدیم. ممنون از اینکه همراه ما بودین. قبل از اینکه با شما عزیزان بدرود بگم، توجه شما رو جلب می‌کنم به راه‌های ارتباطی و نظر خودتون رو در رابطه با عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون حقوق زنان با ما مطرح کنید. منتظر نظرات و نکات و پیشنهادات شما هستیم. تا برنامه دیگر از برای آزادی زندانیان سیاسی.